سلام دوستان وقتتون به خیر باشه یه ندارم پیشیه صحبت بکنیم یه ندارم میخوام پیشیه صحبت بکنم امیدوارم بتونم جاش بندازم این بحث رو اگر جا نیفتاد تو کامنت ها بگید به خاطر اینکه اگر این بحث رو بتونیم جا بندازیم از فردا میتونم نکته های این شکلی ساده ولی یه خورده مثلا ریز رو توضیح بدم یه مقدار دیدمون دقیق تر میشه اگر جا نیفتی که به نظرم اصلا نواد سمتش بریم دیگه کنیم با یه مثال شروع میکنم بعد میخوام برسم به اینکه صهیونیستها از آسیب دیدن کدوم زیرساختهاشون خیلی نگرانن ببین نکته که میخوام به شما بگم اینه شما اگر میخواید یک نفری رو در حوزه نظامی به معنای واقعی کلمه به چالش بکشی باید چیکار بکنی فکر میکنم که بعضی میگن خب باید باش تقابل داشته باشی باید یه سری اقدام انجام بدی باید تیغ برندش رو کند،, بکنی ولی پاسخ دقیق اینه. باید بتونی های نظامیش رو تغییر بدی من دارم در تو ارتش موثر صحبت میکنم در تو مثلا عربستان سعودی صحبت نمیکنم نه اون فقط زور رو میفهمه باید بهش بفهمونی که زورش به کسی نمیرسه همین در تو ارتش های ساختارمند برنامه‌دار داریم صحبت میکنیم مثال دارم میگم آقا من 6 اولویت تعریف کردم اولویت اولم رو بهش 10 میلیارد تومان مثلا بودجه دادم اولویت دوم 5 میلیارد تومان اولویت, اول اولویت بعدیمون هر کدوم 3 میلیارد تومان اولویت آخرم اول... اصلا گفتم بودجه نمیخوام فقط میدونم اینم یه تهدیدی میتونه باشه حالا شما بودجه رو تعریف کردی اولویت اولت گفتیم چقدر بودجه گرفته 10 میلیارد اون اولویت آخره که گفتیم در اولویت تو نیست بودجه هم براش تعریف نکردی اون اگر معتبر بشه به اولویت اول تبدیل بشه کل نقشه راهی که تو برای نیروهای مسلح تعریف کردی در آینده نزدیک ها با آینده دور کردن نداریم. در حاشیه قرار میگیره چرا چون اولویت تغییر دادن متوجه چی شد من مثال ساده اگر بخوام براتون بزنم مثلا یه دعوای الان بین سیونسا است هارت سومادو بخشش پرداخته گفته که فرمانده نیروی مسلح رژیم سرینسی میگن که ما اگر قرار باشه تقابلی هم با ایران داشته باشیم بودجه که برای این داستان تعریف شده درست نیست بعد حارت اومده به قول از قول یک کارشناس این رو مطرح کرده گفته که حالا فرض میگیریم که بودجه که برای ارتش در نظر گرفتن به اصطلاح خودمون کافی نیست برای تقابل با ایران ولی من سوالم همینه که اون بودجه که برای ارتش تعریف کردید که اولویت بندیاش هم باز به ایران ربطی نداره که اولویت دیگه ای دارید شماها یعنی تو همونم من چی دارم میگم بحث بس اولویت ها اما اصلا با جزئیات و محتوای این داستان کاری ت... ندارم دارم یک داستانی رو برای شما روایت میکنم که اهمیت اولویت بندی در ارتشا براتون جا بیفته همونطور که در ایران هم وجود داره حالا بحث اصلی که الان وجود داره اینه اینا میگن ما یه اولویت داشتیم اون اولویت هم موشک های حزب الله بوده و دیگر هیچ و دیگر هیچ اصلا با چیز دیگه کار نداریم یا اولویتون هم موشک های بعد میگن که از روز قدس امسال فکر میکنم مثلا حدود تیر ماه بود فکر کنم تیر بود یا مرداد اولویت ما تغییر کرده یعنی چی یعنی ما به این جنبندی رسیدیم که آقا موشکی برای ما خطرناکه پهباده برای ما خطرناکه ایران برای ما خطرناکه ولی یه چیزی از سطح عنوان گروه های مقاومت که عملتا در غزه هستن اون تهدید اصلی ببین همون داستان که خدمت شما گفتم بودجه تعریف شده تمرکز شده روی بودجه روی اولویت ها حالا ایران داره اولویت رو تغییر میده ایران داره اولویت دیگری رو معتبر میکنه که طرف مقابل به چالش کشیده بشه در یک همچین وضعیتی اون نیروی که در مقابل شماست اگر بخواد وارد یک تقابل نظامی بشه چون اولویتهاش تغییر کرده با چالش جدی روبرو خواهد بود برای ایران هم همینه ها یعنی ایران شاهدی بررسی میکنه میبینی که پشت پرده اومده یک تعریفی ارائه داده از تقابل نظامی که اگر به همچین چالش خرد بتونه مدیریتش بکنه بریم گزارش رو هم بخونیم در این گزارش اومده به این اشاره کرده که قبلا اون چیزی که تهدید برای رژیم صهیونیستی به حساب می اومد و در سال 2006 به طور ویژه خودش رو نشون داد تهدیداتی بود که از سوی لبنان دیده میشد و در قالب موشک ها اما بعد از اون یک اتفاق رخ میده و اون اتفاق این بوده که اینها به این جمع بندی میرسن به خصوص حالا اشاره کرده به شمشیر قدس این درگیری های که اخیر اتفاق افتاده گفته که بعد از شمشیر قدس اینها به این جمع بندی که گروه های مقاومت اجازه من این رو بگم با دقت بله گروه های مقاومت اولویت اصلی هستن که سینسا باید ازش نگران باشن بعد اومده گفته که از این متن میخوام بخش شوه شما بخونم گفته که اون چیزی که اینها در نبردهای های اخیر فهمیدن این هست که توان نیروهای مقاومت در غزه اون چیزیه که میتونه اسرائیل رو به چالش بکشه برای مثال وقتی بحث غزه میشد اینا میگفتن که قزه یه سری موشک داره این ها رو با لوله های آب و فاضلاب ساخته و واقعا همینه یعنی مثلا اینا 15 سال تحریمن از همه طرف تحریمن حتی مثلا فیلم ها و تصاویری از انتقال نان به داخل غزه قبلا منتشر شده شما نگاه بکنید شوکه میشید که چه خبر اونجا توی همچین وضعیت این داره موشک میسازه با لوله آب با چیزای این شکلی و خب اینا بر این باور بودن که این چیزایی که ساخته میشه خیلی خطری نداره صرفا یک عملیات روانی که استرس بده و شرک نشین ها الان حرفشون فرق کرده الان میگن ما به این جمعندی رسیدیم که موشک های مقاومت فلسطین اکنون میتواند تمامی مناطق اشغال شده را هدف بگیرد و قدرت انفجاری بالایی داشته باشد چون تو نبرد غزه که تو افتاد فلسطین ها موشک رسو دیگه که تا صدها کیلومتر آن سوتر تا صدها کیلومتر آن سوتر را مورد هدف قرار ببین تو یه غزه داریم داری من تا صدها کیلومتر آن سوتر رو میتونم بزنم بخش قالتاجی از خاک سرزمین های اشغالی رو پوشش بدم از اون طرف یک حزب الله لبنانی داری اون هم میگه که اخیرا اعلام کردن که ما فکر میکنم برد 300 کیلومتر رو گفته بود سید حسن الله اگر اشتباه نکنم گفته بود ما به هدف گذاریمون که به این برسیم و رسیدیم یعنی چی یعنی تو یه سری مرکز داری تو این برده من میخوام اونا رو بزنم که بهش رسیدم دیگه اصلا حل هماهنگ حالا هر کاری میخوای انجام بده و نکته که اومده گفته اینه میگه که چند نقطه هست که ما از آسیب دیدن اینها نگرانیم اولیش کجا فکر کنم همتون میدونید دیگه یعنی به محض اینکه من میگم جاهایی که صهیونیست از باتش نگرانن شما اولین جایی که تو زنتون راکتور هسته دیمونا هست همون جایی که اخیرا از سوی سوریه یک حمله علش شقدام شد یک موشک شلیش رو سمت دیمونا بعد نوع خبرستانی بی بی سی و سود اینترنشنال و امسالینا خیلی خوب بود مثلا نوشته بودن که موشک سرگردان به سمت دیمونا مثلا رفت و مثلا سقوط کرد حتی سامانه نتونسه بزنه موشک خودش افتاد رو زمین اما مثلا اگه اسرائیل یک جنگنده ای داشته باشه سمت به اصطلاح خودمون سوریه بیاد یا مثلا در خبرهاشون میگن که رژیم صهیونیستی با مثلا اسرائیل با موشک های خود سوریه رو به خاک و خون کشید ولی مثلا این ور که خبر اتفاق افتاده بود میگفتن که موشک سرگردان به سمت دیمونا رفته حالا این دیمونا کجاست کجای که اینو در می کنه؟ 70 کیلومتری غزه است یعنی ببخشید اینجوری میگم غزه ای ها تو فرد بکنن میخوره به دیمونا انقدر نزدیکه حالا از این بابت وقتی بحث موشک های غزه میشه سهیونست حق دارن که وحشت زده باشن چرا؟ چون او به ساده ترین شکل ممکن دسترسی نزدیکی داره به یکی از مهمترین بخش در سرزمین اشغالی اومده به این قضیه پرداخته گفته که اولین اولویتی که به شدت اینها رو نگران میکنه راکتور هستی دیمونا هست این هم داخل پنزه هم گذشت ترجمه شده است من از خودم به اصطلاح خب ما نرفتیم برای ترجمهش وقت بذاریم رسانه فارسی زبان گفتن من وظیفه می‌دونستم یادآوری بکن گفته که اولین اولویتی که میتونه خطر بندازه وضعیت سرزمین های اشغالی رو راکتور هسته دیمونا هست که فقط 70 کیلومتر با غزه فاصله داره و کمی دورتر از آن را... کمی دورتر از آن راکتور پایگاه های شرکت های اسرائیلی تولید فسفات و سنگ معدن اورانیوم قرار دارد که در صورت اصابت موشک های مقاومت با آنها فاجعه بزرگ برای این رژیم رخ خواهد داد بعد اومده به یک پایگاه اشاره کردم. من البته اینا رو توی نبرد غزه شما توضیح دادم گفتم که اگر اوضاع بحرانی بشه اینها رو میتونن مورد هدف قرار این اومده تقریبا همونا رو گفته بخشش که یک پایگاه نظامیه که جنگندهای اف 16 از اونجا بولا میشه چرا داره اینها رو میگه ببین تو با یه رژیم طرفی این ایران تهدید میکنه بعد نقطه قوت ایران تو این تهدید چیه ایران میگه من نیروهای مقاومتمو دور چیدم موشک دارن توان دارن همه چی دارن حالتو میگیرن ولی مهمترین ویژگیشون اینه که سربازان شکست ناپذیری دارن پیاده نظام قدرتمندی دارن اون هم در حالی که روحیه پیاده نظام تو شکننده است اون که انکار که نمیتونه یه حقیقت میدانه دیگه اون چی میگه اون میگه من جنگنده های خوبی دارم تو عمده گزارش هایی که از تیر ماه به بعد اینا ارائه دادن میگن که آقا مقاومت روی این تمرکزی کرده ای که اگر لازم شد فرودگاه که اون جنگنده ها درش قرار گرفتن بزنه فهمیشه جو لزومنم جنگنده نمیخواد بزنه فقط میخواد امنیت پروازی رو بیاره پایین میخواد یه کاری بکنه که تو تمرکز برای پرواز نداشته باشی تو به این جمعنی رسی که خیلی نمیتونی روی این منطقه برای پرواز حساب بکنی پس اولویت دوم متوجه شدیم بریم ادامه گفته که نقطه بعدی که مقاومت مورد هدف قرار داد فرودگاه بین المللی بنگوریان خواهد بود علتش میدونی چیه دیگه ببین من میخوام ارتباط تو رو با دنیا قطع بکنم هواپیما نمیخوام بزنم شهرونداتم نمیخوام بزنم این که من دارم میگم من میخوام این کارو کنم از مقاومت ها. از دید مقاومت دارم میگم خب نیروگاه اتمی تو که میخوام تهدید بکنم تمرکز رو ازت گرفته بشه نگران باشی بعد جنگنده ها جنگنده ها از کجا بولا میشن اونجا رو میخوام ناامن بکنم که جنگنده راحت پرواز کنه فرودگاه ها تو میخوام مورد هدف قرار بدم چون مهمترین بخشی که باعث میشه تو با دنیا ارتباط داشته باشه همینا دیگه و مهمترین نقطه‌ای که مردم اگر بخوان راهکاری برای برون رفت پیدا بکنن اون بخششون که توان فرار دارن جایه و من میخوام تمرکزتون رو بگیرم چرا چون من جنگ طلبم نه من میخوام نبرد متوقف بشه من میخوام تو یک سطح بالاتر کارای بکنم که نبرد متوقف بشه حالا اینا رو چرا دارم میگم به خاطر اینکه میخوام تو بری پروژه های عملیاتی رو بر اینا بچینی دو تا راهکار داری یا بر اساس اینا بودجه تعریف کن پروژه بچین من اولویتت رو دارم تغییر میدم یا اینکه نه اصلا بیا زندگی تو بکن هر کاری میخوای انجام بده من به وقتش در خدمت اینم این بازی صد سر باخت قضیه یمنی که براتون گفتم اگر سام اگر سامانه هایی که در یمن هستن یمن رو بزنن پهپادهای یمن رو بزنن بودجه سامانه هدر رفته هزینه نظامی هزینه رفته اگر نزنن زیر ساختشون میزنه همون بازی اینجا داره اتفاق میفته برای سهین بریم جلوتر میگه که حالا اومده بخش فجاییه که میتونه در صورت بازی با این فرودگاه رخ بده رو توضیح داده که من براتون گفتم بعد گفته که بعد از اینها اولویت بعدی که به شدت سهین از نگران هستن مجتمع پتروشیمی حیفا هست که مثلا از از سوی نیروهای حماس و نیروهای مقاومت غزه میتونه اتفاق بیفته حمله به زیر ساخته این بخش بعد گفته که توی این منطقه انبارهای آمونیاک و اتیلن و همچنین تعدادی زیر ساخته برای تولید نیتروژن آب آشامیدنی هوای فشرده و سیستم ضد حریق یعنی اصلا همش رفته متمرکز کرده یه جای یه لقمه آماده یه لقمه آماده که اگر خواست مرکز هسته ایران رو مثلا بزنه بچه های غذا با خودشون میگن خب الان وقتشه چون اینا با هم درگیر شدن دیگه ایران هست ما میخوام به فلسطین رو آزاد بکنیم اصلا ما طرف ایران نیستیم که با ایران هم کاریم ما میخوایم فلسطین رو آزاد بکنیم دقت کنین چی شد میدونی من چه این توضیح میدم یعنی خب میگم به دستور ایران نیست خیلی واضحه که به دستور ایران نیست اون قال فلسطینش آزاد بکنه الان میخواد این کارو بکنه و لقمه هم آماده است هدف گذاری مشخص شده میدونه کجاها رو باید بزنه در ادامه اومده اشاره کرده گفته که آها این خیلی جالب من نیده بودم واقعا تا حالا تو هیچ گزارشم نیده بودم اولین بار دارم میبینم گفته یه بخشی هست اونجا انبار جنگندا و هواپیماهاشونه هواپیما مسافر بری انبار کردن بعد میگه که اینها هم از جمله اهدافی هست که مشخص شده برای اینکه موشکای مقاومت به اونجا برسه بعد گفته که در شهر در شهر حیفا یک انباری هست اینم من نمیدونستم 937 هزار متر مکعب نفت خام اونجا داره نگهداری میشه بعد میگه اینم از جمله هدفهایی هست که غزه و مقامات لبنان روش تمرکز کرده که اگر لازم شد مورد هدف قرار بده بعد گفته در اولویت بعدی که برای حمله قرار داره یعنی اینها برای آزادی فلسطین ممکن استش روش تمرکز بکنن یک پالایشگاهی است در حیفا که اون نفت نیاز سعیون سال تامین میکنه یعنی یه جای هست مثلا یه سری پالایشگاه داره یه سری مراکز داری اینا نفت تولید میکنن ولی برای نیازهای دیگری که داری این نفتی است که برای نیاز خودشون داره تولید میشه یعنی اگر مورد هدف قرار بگیره زندگی روزمره اونها میتونه با هاشی های رو بروشه گفته این هم اولویت بندی بعدی هست که مقاومت در دستور کار داره بعد اومده اشاره کرده این گزارش به اظهار نظرهای فرمانده ارتش اسرائیل در جبهه شمالی من میخوام از روی متن بخونم این صحبته اون فرده علیرغم اینکه ما تجربه جنگ با مقاومت فلسطین در جنوب رو داریم اما تهدید در جبهه شمالی دهها برابر بیشتر از جبهه جنوبی است بر اساس ارزیابی های ما حداقل هزار موشک پیشرفته و دقیق حزب الله لبنان داره که تاسیسات برق در منطقه رو میتونه مورد هدف قرار بده مقر فرماندهی رو میتونه بزنه مرکز تلاویو رو میتونه بزنه فرودگاه های بین المللی رو میتونه قرار بده فهمید چه جور اولویتشون مدام تغییر میکنه ابتدای گزارش شما هم گفتم مقاومت لبنان اولویتشون بوده بعد شده غزه بعد گزارش خون اومدیم جلو دوباره رسیم به لبنان یعنی او بر روی همه اینها داره تمرکز میکنه بودجه براشون تعریف کرده ولی من اینجا مشخص میکنم که روی تو روی چه چیزی متمرکز باشی اگر اجازه این گزارش رو همینجا متوقف میکنم یه نکته میخوام بگم حالا صدای ما که نه ولی صداهای مشابه حتما به گوش اینها میرسه اینا دو تا کار میتونم بکنن یکی که اولویتشون بر اساس چیزهایی که میشنوند تغییر بدن برن براش بودجه در نظر بگیرن نجات بدن خودشونو که در این صورت باز یادآوری کنم اولویت هاشون تغییر پیدا کرده اولویتشون از اون چیزی که ما خواستیم تغییر پیدا کرده باز هم ما میتونیم متنوع تر تغییرش بدیم یه کار دیگه هم میتونن بکنن با همه روند برن جلو با هم فرون برن جلو و بدونن که اینها اولویت هایی هست که به دور ویژه برای آنها برنامه در دستور کار قرار خواهد داشت من نکته دیگه ندارم اگر موافق باشید بریم پیام شما رو بخونیم ببین حرفان خیلی صریحه درسته آخه میدونید چجوری بهتون بگم یه سری بحثا هست آدم دوست نداره مطرحش بکنه ولی وقتی گستاخی طرف مقابل زیاد میشه ایران هم مجبور میشه سریعتر صحبت بکنه و نکته جالبتر اینجا که این تازه یک دهم ده از یک دهم ده چیزهایی هست که ایران دوست داره رسانه بکنه نکات جذابتری هم برای طرف مقابل میتونه وجود داشته باشه چند تا پیام میخوام برای شما بخونم عوض کنیم فضای ذهنمون عوض کنیم نوشته که دوست عزیزی از خارج از کشور پیام داده متوجه نشدم کدوم کشور بوده گفتی که قلبم برای ایران میتپه بسیار ممنونم می ان سلامت باشین خانم محدثه گفته که پیام خانم ها هم بخونید خودم هر وقت برنامه شما رو نگاه میکنم با حجاب کامل است من با صحت سنجی بکنم اگه سهر... اگه واقعا چادر سرتون باشه می‌کنم ببینم بله من صحت سنجی کردم پیام شما رو میخونم بسیار ممنونم دارم مزاح می‌کنم می ان که سلامت و سر باشید بله پیام خانم ها رو هم میبینیم چشم سعی میکنم که از اینات بیشتر اولویت بدم به پیام خانم ها ایشاله که سربلند باشید دوست دیگری آقای علی رزا نوشته که سلام موفق باشید من یک معلم بازنشسته دانشگاه هستم در زمان جنگ در مقابل بعثی ها دو سال داوطلبانه در جبهه بودم اکنون نیز نزدیک 60 سال دارم اگر خدا اینا کرده دشمن به مملکت و انقلاب ما هجوم آورد امروز نه تنها خودم بلکه دو پسرم را هم همراه خودم برای دفاع خواهم خیلی مخلصم ایشالله که سعولند باشین به بزرگترهای مثل شما به کهن سربازهای مثل شما افتخار میکنیم به کسانی که برای وطن زندگی میکنند برای وطن در دنیا انسانهای مختلفی پا روی کره زمین گذاشتن ایرانی ها ترین افرادی هستند که میتونم بگم از لحظه که چشم باز میکنن برای وطن زندگی می‌کنند. حالا هزار تا داستان در زندگی شخصی خودشون دارن ولی این اولویت اونهاست و اون رو از این پیام ها میشه به خوبی فهمید پیام بعدی رو میخونم نوشتن که آقای علی آقا گفته که سلام و تلگیه بزرگ و باشید از آن روزی که این برنامه رو شروع کردی در کانال جدید به نام تلگیه بیننده برنامه خوب شما شدم هیچ کدام برنامه خوبتان رو رد نمی کنم حتما می به دوستان خودم معرفی می کنم ده نفر دوستان خودم معرفی میکنم ده نفر اول بود در این کانال عضو شدم از برنامه خوبتان لازم. بسیار ممنونم ان سلامت باشین سربلند باشین و اینکه امیدوارم که بتونیم موثرتر باشیم دوست دیگرمون آقای فرید گفته که سلام داشتم ویدیوهای پنج ماه پیشت رو نگاه میکردم خودت دقت کردی تو این پنج ماه موح. چقدر موهات و ریشت سفید شد آره اصلا پیر شدیم رفت پیر شدیم رفت و اینکه زمانه ای ما این شکلیه دیگه زمانه بر سر جنگ است بریم بعدی رو ببینیم البته من این این فضا رو دوست دارم ساده بهتون میگم ببین خب من خودم وقتی درگیر کار میشم حرفا این شکلی که دوستان میگن من متوجه میشم دیگه ولی لذت خاصی داره توی این فضا و اگر اگر به این جمعنی رسی که داری برای وطن چمشیر میزنی چه تو رسانه باشی چه یه رفتگر باشی کف خیابون در حال تمیز کردن مثلا جامعه خودت باشی چه هر کجای دیگه اگر به این جمع رسیدی اون وقت اگر یه جایی به خود اومدی دیری که به اصطلاح این رفیقمون ریشت داره سفید میشه مواد داره سفید میشه اون به اصطلاح خودمون وضعیت برای تو لذت بخش میشه چون احساس میکنی که در حال شمشیر زدن این اتفاق داره برات میفته خیلی ممنونم که با دقت ما رو نگاه میکنید دوست سری گفته که نوشته دارش هوای کامنت رو داشته باش اسم من تا حالا بار هم نخوندی دیگه دارم از کامنت گذاشتن تو این مورد خسته میشم مخلصم هم ان سربلند باشین پیامتون خونم خوندم البته اکانتتون اسم نداره یعنی یه سری عدده ولی خب به حجات من خونم ان که سربلند باشی یا رفیق مشتی ما نوشه کامنت 302 منتظر وقت مود هستیم ان شاء مخلصم دمتون گرم از این کامنت های مشتی برام میذارین و اینکه اگر اجازه بدین همینجا کامنت ها رو متوقف میکنم چون بخوام بریم جلوتر دیگه خیلی طولانی میشه بقیه ای یک ویدیو دیگه خواهم بود اگر اجازه بدین این ویدیو رو همینجا متوقف میکنم یه پیام میخوام برای شما بخونم یکی از رفقا نوشته که سلام آقای تحلیلگر عزیز من از طریق دوستم آقای شهرام به برنامه شما پیوستم خیلی از این آشنایی خوشحالم همه سعی میکنم که به اندازه خودم که کوچک هم هستم با برنامه شما همراهی بکنم آقای احمد آقا سلام خیلی مخلصم دمت گرم خوشحال شدم از پیام شما یه تشکر میکنم از شما و رفقایی که تازه به جمع ما اضافه شدن افتخار میکنیم به داشتن رفقای مشتی و با معرفتی مثل شما که همچین پیامه خوبی رو میفرستن حال ما رو خوب میکنن یه تشکر رو میخوام بکنم از دوست عزیزم آقا شهرام که نمیدونم کدوم رفیق ماست و رفقای از این دست که من اصلا خیلیشون نمیشناسم و لطف کردن این برنامه رو به دیگرانی معرفی کردن و از طریق اون رفقا به برنامه ما اضافه شدن در خصوص حمایت هایی هم که صورت میگیری تشکر ویژه باید بکنم دو سه تا نکته از فردا نه پس فردا خدمت شما عرض خم کرد تصویری که مشاهده میکنید بنر حمایتی ما رو نشون میده امروز روز ششم تبلیغات ما هست هر ماه به مدت یک هفته تبلیغات داریم و درخواستم این هست حتما حمایت بکنید از تحلیلیار حمایت بکنید و کمک بکنید که بتونیم با قوتی مسیر رو پیش بریم خیلی مخلصیم وقتتون بخیر